سلام دوستان، امیدوارم هر جا که هستین حالتون خیلی خوب باشه. خوش اومدید به پارت 7 واکشوی بازی داین لایت. بچه بدون مقدمه میریم سراغ ادامه بازی. فقط یادتون نره که کانال رو حتما ساب کنین، نظراتتون رو حتما در انتهای ویدیو برام بنویسید، راهنمایی چه میدونم توصیه‌ای یا مثلا نکته‌ای رو بخواید برام توضیح بدین، یا اگه پیشنهادی انتقادی داشتین حتما تو بخش کامنت‌ها برام بنویسید و در خدمتتون هستم. ما از اینجا شروع کنیم، مثل همیشه یه چند تا زامبی بزنیم واسه دستگرمی، دستمون یه کمی گرم بشه که بریم سراغ ادامه بازی. و چنل رو حتما معرفی کنید به دوستاتون برای حمایت، لایک کنید ویدیو رو و خلاصه که یه کاری کنید که سریع بریم بالا. حمایتگر ما شما هستید، تک تک شمایی که نگاه میکنید ویدیو رو، زحمت میکشید و وقت میذارید تماشا میکنید. برای منم خیلی مهمه که چه محتوایی برای شما ارائه بدم که هم آموزشی باشه، هم جذاب باشه و هم بتونید خلاصه استفاده کنید و یه لذتی ببریم با هم دیگه. دمتون گرم، بریم سراغ ادامه بازی و ببینیم که ما اصلا کجا آمدیم، چی شد داستان. ما الان داریم میریم پیش اسپایک که باید باش حرف بزنیم، گفت که یه اتفاق بدی افتاده. و بچه این پارت قراره که به شما نکات خرید و فروش رو آموزش بدم که بریم با فروشگاه بازی آشنا بشیم که چه آیتم هایی الان باید بخریم. در مورد اسکیل هنوز فعلا تصمیم گیری نکردم. یه دونه اسکیل یادتون هست که گفتم اینجا چیز میکنیم، باز میکنیم و فعلا حالا وقت نکردم که برم دنبالش تحقیق کنم. و در مورد فروشگاه قراره توی این پارت براتون توضیح بدم و بعدش که بریم سراغ فروختن آیتم ها و خریدشون، که یه سری آیتم و نکات هست که باید بهتون بگم که چیکار بکنید تا اینجای کار. First of all, you did great out there. Hey, the car door is on the mirror. If you need something, come see me. And to start with, here's a UV flashlight. Oh, yeah, you flashlight to UV that we want them. On a volatile, give him a face full of UV or leave. Yeah, again, just a third bone zombie. حالا یه نوری بنداز روشون دیگه. این یو وی فلشلایت دیگه داره به ما میده، حتی اینا رو دورشون میکنه، که توی نسخه دوم بازی هم خیلی دارن ازش استفاده میکنن و توی تمام گیم پلی میبینیم که این چقدر تاثیر داره توی بخش روند بازی. ریموتش هم به ما داد. خوبه، عالیه. خب حالا خبرهای بعد. میگه با وجود تلاشایی که تو کردی، چیز ماموریت بریکنز دیشب چیز شده، فیل شد و شکست خورد متاسفانه. حالش خوبه؟ اون زنده است. ولی تو باید برگردی به برج، به تاور. جی تمام دیدبانا رو، افراد ارشد و اون افراد رو صدا کرده. و این یعنی تو هم جزوشونی. چه بال چرخی دادی پشمام. صندلی خودش چرخید. خب آقا اینجا الان ما دلیور میتونیم بکنیم. اگه یادتون باشه و پارت قبل رو ندیدید، یه لینک این بالا میاد که میتونید برید پارت قبل رو تماشا بکنید. ما تو پارت قبل گفتیم آقا این دوتا دریاچه میاد اینجا، این وسط و اینجا یه دونه چیز است، یه آیتم است، برمیدارید و میتونید بیاید به این کورت مسترا، این افراد ارشد بازی، دلیورش بکنید و 1000 تا ایکس پی بگیرید. اینم از این، اینم از ایکس پی 1070 تا گرفتیم. ایول و چقدر دیگه میخواییم برای آپگرید این؟ تقریبا یه 700 تا دیگه بگیریم بعدی باز میشه، که در موردمون هم باید براتون توضیح بدم که چیکار بکنیم. و بریم پیش اسپایک، و همونطور که گفتم اینم به ما آیتم میده و اینا رو بده، اینم بده که قراره بفروشیمش. اینم از این دیگه، چیزی نداری واسه ما، تموم شد. خیلی خوب، بریم پیش تاور و بعد زنگ میزنه به مامانش. ایشون دوباره مامانش نگران شده. همونطور که گفتم بیایید همیشه هر روز که میاید بازی استارت میزنید یه دور این کشتی استرا رو حالا چیز بکنید. من نمیدونم حالا پول اینا از کجا میاد، ولی در هر صورت بیایید یه جستجو بکنید. او سب کن، اینجاست. کجا دارم میرم؟ اصلا حواسم نبود. این باید دوباره به مامانش اطلاع بده. مامانی کجایی؟ کرین هیر. کرین اینجاست. اینجوری حرف میزنه. کرین ریپورت. خبر بده. چرا اینجوری حرف میزنه بابا؟ I'm about to have a meeting with the tower's leader. من دارم یه میتینگ دارم با لیدر این تاور دیور برج. خب میگه تایید کن چیزشو، هویتشو، و با ما سری مخابره کن، سری به ما خبر بده. یه جوری اصلا حرف میزنه زنه، اصلا یکی از بدترین شخصیت هاست، اصلا حالم به هم میخوره این حرف میزنه. ریپورت، خبر بده.
بابا ما جونمون رو به خطر انداختیم اینجا اومدیم این سر دنیا لای زامبیا داره میجنگی بعد تو اینجوری ریپورت خبر بده جون که بپرسه بابا کرین تو اونجایی داداش زنده ای چه خبری نمیدونم چه بلایی سرت اومده مریضی مردی گشنه ای تشنه ای نون بهت میدن آب بهت میدن کرین خبر بده اکنالج یا برو بابا سیراوی زنی که یه نمیخوام چی بگم ولش کن کجا اومدیم اینجاست حواسم نبود اصلا حساب آدم خراب میکنه دیگه وزگل خیلی خب بچه ها اینجا اول بریم بالا بعدش قراره که با ماموریت های بازی شما رو آشنا کنم که اینجا الان بعد از اینکه ما با لیدر حرف میزنیم یه سری ماموریت ها تازه باز ما باز میشه که اونا رو باید براتون توضیح بدم که کدوم ها رو چیز کنید و مربوط به چی هن هر کدوم اول بریم لیدر رو ببینیم بعدش بیام سراغ ماموریت ها کرین لیسن گوش کن میگه بریکنز و هفتادش شب قبل رفتن دنبال اون ایدراپ هایی که قرار بود سویز کنن بیان میگه یه تعدادی از افرادش رو به بایترز ها به همون زامبیا تو راه اونا دست داد و افراد رایز هم که براش کمین کرده بودن و خلاصه دزدیدن دارو حالا بریکن میخواد که بره دنبال دو تا ایدراپ قرار بود بیاد دیگه میخواد که بره تنهایی دنبال ایدراپ بعدی میگه که ولی ما نمیتونیم اون بذاریم نمیتونیم بذاریم بره و تو باید پشت من باشی دیگه حالا اینجا باید بریم باهاش حرف بزنیم تو نمیتونی حتی مستقیم را بری صاف را بری ما زنده نیازت داریم احمق اون چیز لینا داره باهاش حرف بزنیم با اعتماد به نفس رفتار کن برکن لینا maybe you can get through to him عصبانیه رب جید who's your friend دوستت کیه کایل کرین look برکن ببین برکن we can figure out another میتونیم یه راه دیگه پیدا کنیم بدون اینکه جونتو به خطر بندازی درسته کرین right کرین I'll go من میرم من انجامش میدم آره درسته کرین میره آره خیلی خوشحال میشه خیلی اینجا خوش آمد این یخچالی که میکوبه خیلی جالبه جیزوس تو این نیست ولی دوست من تو میگه سبزی به سبزیه چمن سبزی الان تو نمیتونی حتی کرین درستش میکنه و لینا درست میگه تو باید از تاور مراقبت کنی و این هم کانوینسینگ کنی افراد متقاعد کنی که اینجا دنیا هنوز به آخر نرسیده ترکیده قیافش شاید یه تلاش دیگه قبل اینکه بریم رایس خیلی خوب باشه موفق باشی کرین خیلی خوب جیت یه لحظه میشه باش ما بریم و این قرار بعدم بیاد ما قرار پس بریم دنبال ایدراپ های بعدی چیه این دود داره در میاد از جلوش یه چیز میگه یه چیز دیگه هست که باید در موردش حرف بزنیم میگه بریکنز خیلی بد آسیب دیده بدتر از اون چیزی که اصلا میخواد مردم اینجا بدونن کسایی که توی این تاور زندگی میکنن و کله ترکیده و الان یه سری تشنج داره و من هیچ لورو ترکسی ندارم یه آره دیگه اون آنتزینا و خلاصه اون آنتی چیزا داروهای ضد تشنج اونا مثل آب نبات اون روزهای اولی که چیز شد بیماری اومد تمام شد همش رفت و چند هفته پیش هم که همه فروشگاه کلن خالی شدن آره درسته از کجا میدونی اینا رو الان چیکار میخوای از من که برات انجام بدم یه مردی هست به نام گازی تو شهر اپلپسی داشته مامانش الان نمیدونم چه بیماری هستش نمیدونم چی میگن اسم خاصی داشت اپلپسی نمیدونم چیه میگه هر ماه واسه مامانش چیز میبره دارو میبره و مامانش دو سال پیش مرده یارو یه کمی دیوونه میبونه است دیگه بالا خونه رو داده اجاره ولی گازی میره که براش داروها رو میاره
این کار روزانه شه. خب ایول. They kept giving it to him. و اونا بهش میدن دارو رو. پس اون داشتن باشته میکرد این همه مدت اون داروها رو. مادر مرده و این فقط داروها رو میگیره میبره دیگه حالا. اگه نه دیگه نمیدونم که از کجا میتونیم که اون داروها رو چیز کنیم پیدا کنیم. گازی توی اوورپاس زندگی میکنه و مرگ مادرش رو بهش یادآوری نکن. اون متوجه نمیشه. خب بچه ها این یکی از ماموریت های مهم بازیه که 3500 تا XP ما میده 500 تا کش میده و چمپیون رو به ما میده که پیشنهاد میکنم حتما و حتما این ماموریت رو جدی بگیرید و جزو بهترین ماموریت های بازیه که یک کمی ممکنه طولانی باشه ولی خب ارزش زیادی داره. اینا من نمیدونستم سیگاریه بابا تو دوکی هستی یا فولی دکتر بودی یا نمیدونستم سیگاری بودی. آره شما مهم نیست بریم سراغ ماموریت های بازی. اولش فکر کنم این پایینه. کدومه اینه؟ نه این نیست. اینو بهش کن. این سیرابیه. تو چک کنم. دقیقا یادم بیاد. Hey, do you have spare keys for 202? What's the problem? مشکل چیه؟ Something's going on in there. The door's locked from inside. اوه، مثل که درو قفل شده از تو. خب قبلش بیایم اینجا. آها، نه. فعلا کار نداریم. فعلا ماموریت‌ها رو بهتون نشون بدم. بعدش برمیگردیم بچه‌ها اینجا واسه ایزا. این چی میگه؟ Good job out there, 31. I mean Crane. درسته. یه نصب کنید ما بریم. یه دری قفل شده. این یکی از ماموریت‌های باحال بازیه که ما رو اصلا وصل میکنه به یه جای دیگه و یه داستانی قرار پیش بیاد اونجا عشق کنیم. خیلی خوب اومدیم اینجا. نه اینجا بود یا نه ای بابا اشتباه اومدیم که اه همونجا بود. اصلا حواسم نیست. همونجا بود. شما بعد اون راپلا رو برید بالا. طبقه 20ه. اصلا گیج شدم. خب اینجاست. الان طبقه چندمیم؟ این بالا ایناش. اینجا 20ه. ایناش. زر بزن. What's going on here? چه خبر اینجا؟ بهیر تو اتاق چیز شده. خودش رو کلید کرده. در قفل کرده روش. داره زجه میزنه اون تو. ممکنه که اون داره تغییر پیدا میکنه. منظورش اینکه زامبی بشه. میشنوی؟ میخوای امتحانش کنیم؟ باید باله. صدا این شبیه صدای اسپایکه. ایزیه. باز کن در رو ببینم. قبلش اینجا باید چکی بکنیم. بهیر مردم مرد. ببینم آیتم داری بهیر جون اینجا. اول روز خونه تو بگردیم قشنگ. باید اینکه چیزی نداره. اوکی. او چه خبره؟ من نمیتونم تکون بخورم. مثل اینه که سینم داره منفجر میشه. تو داره چیز میشی؟ زامبی میشی؟ نه نه. من آنتیزین گرفتم. از این آنتیزین هایی که سرکوب میکنه اون روند پیشرفت بیماریو. و بعدش چیز شد. درد شروع شد. بس برداریم ببینم. چیزی که گرفتی زدی آشغال بوده داداش. ساقیت مال جای بد بوده. چی؟ تقلبیه. این از کجا گرفتی؟ لطفاً من به دکتر نیاز دارم. اول بهم بگو که کی اینو بهت فروخته. من نمیتونم. من قول دادم. این داداش ما خیلی به درد بخوره. اینی که ازش خریده منظورشه. اون چیز میذاره از بیرون واسه من میاره. آره مثل آنتزینای تقلبی و ساختگی و ممکنه که اینا رو بدم به بچه ها. میخوای بری توش؟ میخوای این اتفاق بیفته؟ نه. پس بهم بگو که کی اینو بهت فروخته. یوسف. اون یکی از دیدباناست. اون توی روف چیز میکنم. توی روفه. توی پشت بومه. اوکی من دکتر لینا رو میارم. آره به دکتر لینا باید بگیم که این اینجاست. بعد باید به دکتر لینا بگیم که نکشیش؟ نه باید به دکتر نیاز داره. یه زر نزن. دکتر لینا اینجا بود یا طبقه پایین بود نمیدونم. صبر کنید بچه ها توی گستا اینه الان.
توی لنا، ولی توی ایردراپ الان باید به جی آر ای هم یه خبری بدیم قبل اینکه بریم اینجا. اینکه مادرز دی، این مربوط به همون گازی میشه که باید بریم پیداش بکنیم. اینا هم که دی ال سی ان، حالا اینا رو زیاد باشون کاری نداریم فعلا. و الان باید بریم پیش دینا که طبقه پایینه. You better have a look at this. بهتر که نگاه بیم بندازی. The lot number's wrong. Is this a fake? این تقلبیه. Someone on 21 took it and now he can't even get off the floor. Aman, get down to 21 now. Get down? چی؟ چرا میگه برو پایین؟ Where did he get it from? Yusuf. He's one of the scouts. گرفته. یکی از دیدباناست. He can't be producing it here. اون نمیتونه اینجا درستش بکنه. Someone supplying. یکی داره تامینش میکنه از بیرون. I'll have a talk with Yusuf. نه به یوسف یه گپی بزنم. هرچی زودتر بهتر. بهش آسیب نزن. فقط باهاش صحبت کن. اول اینو بگم که تو هم ساقیت اشتباه بود. اون سیگاری که زدی احتمالاً گل بوده و الان چتی. چون الان ما پایین نباید بریم. باید بریم بالا. ما گفت که برو پایین. به به دنیای بازی. زمین جایی گوگلو های خودکشی کنی بچه ها کجا یوسف؟ یوسف؟ تیپش معلوم هستن چی کاره هست کجاست؟ Welcome to Yusuf's Emporium. If it's hard to find you... خوش اومدی به مرکز فروش، مرکز خریده You need to find Yusuf. Whatever your needs, Yusuf has it all. هر چیز نیاز داشته باشی یوسف داره. من دارم دنبال آنتزین میگردم. Well, of course you are. خب. My friend, this is your most lucky day. امروز روز شانس توه. نه، یوسف، امروز روز شانس توه. Cuz I'm going to give you a chance to come clean and tell me where you got that counterfeit. چون من بهت یه شانس میدم که بیای برام واضحش بکنی، قشنگ بیای بگی که از این چیزایی که به بهیر فروختی اینا چیه داستانش. بهیر؟ بهیر گفتی؟ من بعد بهیر رو بشناسم. اون تقریبا مرده به خاطر آنتزینایی که تو بهش فروختی. فونی تقلبی؟ یعنی چی؟ منظور چی ساختگی چیه؟ چیزی که تو میگه خوب نیست. من چیز گرفتم براش کلی پول داده. منظورش اینه. کدوم آدم ها؟ خب مثل اینکه این مسئله حساسه. کدوم آدم ها رو داری میگه یوسف؟ من صبرم داره دیگه تموم میشه. یه ساختمونی کنار دراگ استور هست، کنار ساختمون چیز، کنار داروخونه. یه سری از اون سوربربرا، یکی از این گروه های یک سری گروه افراد اونجا زندگی میکنن. نمیدونم چند نفرن. من هیچ وقت اونجا نبودم. اونا دارو دارن. یه تعدادی از اونا واقعیه. میگه میپزن. سالی هم دیگه. معلومی چی میدم به اینا. یارو افتاده سینش داره میترکه. میگه میپزن قشنگ اونجا. واسه خودشون آشپزخونه دارن. حالا میری که بقیه اونا رو بسوزونی. منظورش همین چیزا وسایلی که میفوشه. But they cost me a lot of money. اما خیلی واسه من پول برده اونا که خریدم. It'll cost you a lot more if I find you peddling that junk anymore. اگه ببینم که دوباره داری این چیزا رو ادامه میدی میفروشی و خرج بیشتر قرار برات برداری، یعنی برای سرت میاریم که خرج درمانیت بیشتر از اینا باشه. خیلی خوب اینو از این. حالا باید دراگ استور رو بریم چک بکنیم، اما این ماموریتیه که الان فعال کردیم. و ماموریت بعدی که داریم، صبر کنید یه لحظه ما بیایم اینجا یه چکی بکنیم. ببینیم من باید انجا برم بیرون. من باید زن و بچه هم انجا یه جای دیگه ببرم. اما به نظر من اینجا تنها جایی که امنه. آره توی محله زاغانشین ها و این چیزا آره ممکنه که امن ترین جا باشه، اما اینجا هم نیست. محله زاغانشین ها هم نیست. من یه راهی برای بیرون رفتم پیدا کردم. نمیتونم جزئیات رو بهت بگم. من باید از شهر عبور بکنم و بدون گان، بدون اسلحه نمیتونم کار بکنم. اگه یه دونه واسه من بیاری
من به جای یه دونه چیزو میگم، یه مکانی رو بهت میگم که تا حالا لوت نشده، کسی اونجا نرفته و آیتمای خوبی هست اونجا و پشیمون نمیشی. خب تو از کجا میدونی که اونجا چیز نشده، لوت نشده، کسی اونجا نرفته، بر نداشته؟ به خاطر اینکه فقط یه نفر میدونه که اونجا کجاست و چجوری به اونجا دسترسی پیدا میکنی و تو داری الان بهش نگاه میکنی. واسه من یه اسلحه بیار و کلید برای توه و هر چیزی که اون توه. خب بچه یه نکته ای هست اینجا، من به شما جای اسلحه رو نشون دادم که این خونه بود، خب اما توی این جایی که ما الان هستیم داشتن اسلحه فوق العاده با ارزشه و بعدا ما تعداد زیادی اسلحه قرار پیدا بکنیم توی بازی و پیشنهاد میکنم بهتون این کار اصلا نکنید، یعنی کار احمقانه است اگه بیاد اسلحه رو به این بدین، چون این شما رو به یه فروشگاهی بس میکنه، یه جایی میبره که خب آیتمایی که اونجاست اصلا هم چیزای خاصی نیستن، یعنی ما خودمون 10 برابر بالاتر از اونا رو قرار پیدا بکنیم و آوردن اسلحه رو دادن به این کار واقعا احمقانه، این کار نکنید و بعدا خودتون پشیمون میشید. ولی ماموریتش رو فعال میکنیم که بعدا قرار بیام سراغش. خیلی خوب، بریم طبقه پایین، فکر نکنم دیگه ماموریتی مونده باشه، بریم سراغ نکات خرید و فروش که مربوط به همین پارت میشن و توی این پارت قراره بهتون یاد بدم که چه چیزایی رو بفروشیم، بخریم و چی کار بکنیم. بذار اینا رو بذاریم، اینا رو بذار، همه رو بذاریم و چیزهایی که میخواییم بفروشیم رو نگه داریم. منظورم چیزهایی که میخواییم بفروشیم رو برداریم. ببین الان من یه دونه اینو میخوام نگه دارم، 45 اینو میخوام نگه دارم، این هم بذار باشه. این چند تا ریپیر داره؟ دوتا. این سه تا داره، دوتا داره، این هم صفر تا ریپیر داره. ببین زیاد آیتم اوکی نیست و میتونم بفروشمش، 988 تا هم میخره. خب نه اینو، نه اینو بذار داشته باشیم، این دوتا هم که نگه میداریم فعلا کاری نداریم باشون و سه تا ریپر این اوکیه، سه تا اوکیه، اینو بفروش. دوتا البته چاقو داریم، آبه کدومش خوبه؟ 366 372 دمیج 21 دمیج کجا رفت؟ این دمیجش 20ه، بیا کنارش نگه دارم میخوام نگاه کنم. 44 44 مساوی، این فقط 20 میده، این میده 21. 20 رو میفروشم، بعد اینم میفروشیم، اینم میفروشیم و چند تا میمونه؟ یکی و دوتا سه تا چهار تا اسلحه برامون میمونه که میخوام سه تاش کنم، یکی از اینا هم باید بدیم بره که بذار چاقوه رو بدیم، جا نداریم البته، جا نداریم، حالا اشکالی نداره همینا رو میفروشیم، بذار این بمونه دیگه، این چاقو شاید حالا بعدا به دردمون، خدا رو نمیدونم دقیقاً، ولی بذار نمیدونم این بیلر رو می‌خوایم نگه داریم، نمیدونم بیلر استفاده نمی‌کنم چون اینو داریم دیگه به کارمون نمیاد، اینو بذار همینجا باشه. پس اینو اینا رو قراره الان بریم بفروشیم، بهتون نشون بدم که چجوری میتونید چیکار بکنید باشون. فروشگاه اولی که اینجا هست اینجا و بیایم سراغ سل. بفروش 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 فروش فروش فروش، این تا اینجای کار. و ما یه سری بچه آیتم های ارزشمند داریم که الان 9300 تومن دارم و شاید اصلا باورتون نشه و اینا مربوط به همون کافی ها و چیزهای حالا به درد نخور میشه که اینا میخرن از شما. حالا مانیو نگون 17000 تا و این یه رقم باور نکردنیه و چیزهایی که الان میفروشه اینجا اینا هستن که برام عجیبه. شت بسر، شورت نایف داره میفروشه و نارنجیه، اینجا الان برای من باید بنفش میذاشت، یعنی باید اینجا الان بنفش میشد و جالبه که نارنجیه و این کارو سخت کرد، کارو برنامه برای ما سخت کرده. اگه بنفش بود لول 4 میخواست و این الان لول 5 میخواد و امیدوارم که توی فروشگاه دیگه از این چاقو بنفششو بدن، چون ما قراره یه اسلحه چیز بکنیم بسازیم و اینو بخرید. همیشه بچه‌ها پلاستیکو بخرید و باتریو بخرید و این هم حالا بگیرید، بهتره داشته باشید. و این هاش، این آیتم هایی بود که الان بهش فروختیم. ببین چقدر کافیه، هر دونه از این کافوها و سیگارا رو نگاه کنید ببین چقدر خریده. به خاطر همین میگم برید همیشه لوت کنید، به خاطر همین میگم.
و به نظر خودم حالا اینجا نخرید بچه‌ها، چون از اینا اصلا ما استفاده نمی‌کنیم و نگاه کن مثلا نمیدونم این الان خوبه، آیتم خوبیه، ولی خب جلوتر قراره چند تا اسلحه پیدا بکنیم در طول پارت‌های بعدی و پیشنهاد می‌کنم حالا هیچ اسلحه‌ای فعلا بر ندارید اینجا نخرید. خب این از اینجا بذاریم مپو چک بکنیم، این البته هیچی نداره اینجا نشون نمیده. خب اینجا دیگه ما کاری نداریم، بریم سراغ طبقه پایین، فروشگاه بعدی طبقه پایینه، بریم اونجا. پس یادتون باشه آیتم نخرید، این البته هیچی نداشت، اصل کار ما اون فروشگاه پایینه است. فکر کنم دو نفرن دیگه اونجا، دو تا فروشگاه هم باید پایین داشته باشیم. فروشگاه که نه، یکیش اینه که این واسه ما آیتم میده، بیاید اینا رو بردارید گازو بگیر و اینم اصلا به کار ما نمیاد، اصلا به دردمون نمیخوره. و آره یه دونه فروشگاه کلن، این پایین هم یه دونه است که اینه. ایول ایول ایول، خدا رو شکر این داره و این بنفشش هم هست اینجا، خیلی خوبه. ولی ببینید جالبه که الان من میتونم اینو بگیرم و اینو قرار توی پارتای بعد بهتون توضیح بدم و اینم میتونیم حتی بخریم که نارنجی هستش. 5 ریپیری، هندلینگ 60 45، ماندگاری هسته دمیج 52، یه هسته فوق‌العاده، ولی من نمیخرم، یعنی به کارم نمیاد اینجا. و آیتمایی که اینجا میفروشه برای ما نمیدونم چرا کمه، چرا دیگه چیزی نداره. پاور کیبل بده، نمیدونم گازو بده، اینا رو بده، بلیدو بده. بچه ها الان ما چیز میخوایم، فایر کرکرز من باید از این میخریدم. جالبه، نمیدونم چرا نمیفروشه. مدیکیت باید میفروختین الان اینجا و فروشگاهشون خالیه، یعنی نمیدونم الان این بچه ها باید فارکرکز چیز میفروخت، باید کلی آیتم داشت اینجا، نمیدونم دلیلش چیه، حالا چیکار داره میکنه و عجیبه. شاید ما خیلی تو بازی پیشرفت کردیم و خیلی آیتم داریم، چون ببینید الان من چقدر چند تا فارکرکز دارم، ببین 9 تا دارم و این میخره، ولی من میخواستم ازش بخرم فارکرکرزو. فارکرکرزو شما میرسونید به عدد 99، حالا مثلا من الان 9 تا دارم 90 تا میخریدم و دیگه نیازی شما بسازید، چون پلاستیک میخواد و پلاستیک هم برای مات کردن یه سری اسلحه نیازه و این 17000 تا پولو شما عوضش میدادید فارکرکرز، از اون طرف نیازی نبود که دیگه برید پلاستیک جمع‌آوری بکنید. و حالا نمیدونم دلیلش چیه که اینجا ما نمیتونیم از این بخریم دیگه، مزخرف. Got a special deal for you. دیگه زر نزن، چرا نداری؟ چرا نداری؟ بح شت پسر، حالا اشکال نداره ما بیشتر تایم میذاریم. چیه اینجا؟ اوه پسر، این همون چیزه، DLC بازی هست. Yeah, great. این همون بخش جدید DLC، نه یه بخش جدید به بازی اضافه شده بود میرفتیم تو دستگاه، این همونه. خیلی خوب، این تا اینجای کار، پس کاریش نمیتونیم بکنیم دیگه متاسفانه و نمیدونم، برنامه‌مو یکم به هم ریخت، یعنی من انتظار داشتم که الان بشه یه کاری کرد. اینم که این چاغالک هم که هیچی نداره و بچه ها یه لحظه صبر کنیم، ما یه بار دیگه بریم بالا. من نمیدونم یه کدوم از اینا باید بفروشه، باید آیتم بفروشه، اصلا چیز نداشتن، اصلا حتی لاک پیک هم نمیفروشن. نمیدونم من زیادی تو بازی پیشرفت کردم اینا اینجوری میکنن، نمیدونم داستان چیه. نگاه اینم نداره اصلا، هیچ اصلا آیتم چیزی درست حسابی نداره، هیچ. آقا اشکالی نداره، گور پدر اینا. این تا اینجا کار بچه‌ها و ما قراره توی پارت بعدی بریم سراغ مأموریت مصر بهیر که یه سری کار داریم توش و یه سری چیزا میخوام بهتون یاد بدم که چیکار کنید. همچنین اسکیل رو یادم هست، اینو توی پارت بعدی مشخص میکنم که چیکار بکنید و چه حالا استفادهایی میتونید ازش بکنید. و این که مربوط به شکستن استخون میشه که گفتم بهتون این به کار من نمیاد و از اینم استفاده نمیکنم، اما این چیز جالبی هستش که باعث میشه دمیجی که شما میخورید زمین 50% بیاد پایین
و اینم که باعث میشه، اینو یادم رفت توی پارت قبل توضیح بدم بهتون، این برای اونه که وقتی زامبیا میان شما رو میگیرن 50% کم میکنه که اون اف رو وقتی باید بزنید دکمه رو فشار بدید که از دست زامبیا خلاص بشید، این 50% اونو کم میکنه، سریعتر میتونید خلاص بشید. اینم از این نمیدونم مربوط به چیه. اوه پسر جاله، وقتی از این زامبیا سری دنبالتون میکنن میتونید برگردید با این چیزا یو بی فلش لایت، یا اینکه با این چیزا این ستاره هایی که میتونید پرت بکنید، چیز جالبیه و اینو بهتون گفتم اوکیش میکنیم. ولی یه چیزی که هست اینه که من نمیدونم، چون آره تعدادش خیلی زیاده، ببین اصلا 8 تا فایر کرکرز میتونیم بسازیم، ولی خب من میخواستم پلاستیک بخرم اولین که از فروشگاه که نداشت، بعد میخواستم فارکرکز بخرم که نداشت بازم، نمیدونم اصلا دلیلش چیه، شاید خیلی آیتم الان داریم که نمیدونم، حتی از این آیتم هم باید میفروختن اونجا که بازم نمیفروخت، نمیدونم دلیلش چی بود. اصلا جالبه اولین باره که اینجا میرسم اینجوری میشه و فکر میکنم زیاد اصلا تو بازی پیشرفت کردیم یا نمیدونم داستان چیه دیگه. خلاصه توی پارت بعدی بچه ها قراره بریم سراغ ماموریت، همین گفتم مستر بهیر که باید بریم اون گروهی که با 17000 تا من الان چیکار بکنم. یه چیزی، خب این فروشگاهی که این پایین هست ما هم که پول داریم، به جهنم، این که هیچی چیز نمیکنه واسه ما، حداقل یه دونه اسلحه بخریم. این همینجوری بخواد ادامه پیدا کنه، نه اسلحه بالاست، اون اسلحه چیز نارنجی رو بچا بریم بگیریم. پس دیگه اگه مثل من بازی کردید و مانی کش مش زیاد داشتید دیگه بخرید اسلحه رو، ولی بهتون گفتم جلوتر قرار اسلحه بهتر پیدا کنیم، اونا رو ماد میکنیم، میایم چیز میکنیم، اسلحه بهتر میسازیم و اینا دیگه واسهتون حالا بچه بازی میشه. ولی در هر صورت میگم پولتون رو سیو بکنید، اگه دیدید که فایر کرکز آوردن، آیتم آوردن، بخرید همه رو و پولا رو برای اونجا سیو کنید که دیگه نیاز نداشته باشه که برید بگردید دنبال آیتم. این یه کار عاقلانه است و مخصوصا لاک پیک نخرید. لاک پیک این چیزایی که باهاش چیزو باز میکنیم، اسمش لاک پیک بود، چی بود اسمش، ایناهاش لاک پیک، اینا خریدن احمقانه ترین کاریه که میشه کرد و مسخره است فوق العاده، چون اینو اصلا خیلی چیپه و خیلی راحت میتونید خودتون بسازید، اصلا این کارو نکنید. و ما پیستول همو گرفتیم، ما 4 تا مگه نداشتیم، دو تای دیگه شو نمیدونم از کجا پیدا کردیم، این نگاه کن 6 تا شده. و اینم به خاطر همین اینا سیو بکنید، این خیلی با ارزشه و اصلا دست استفاده نکنید. تاکسیک لاکن 63 آیتما اوکی و یو بی فلش لایت هم که برداشتیم و همه چی اوکیه. اینم از توضیحات این پارت، امیدوارم که لذت برده باشید. و کارمون خراب شد، اگه این فروشگاه چیز داشت این آیتما رو داشت، من بهتون آموزش میدادم که چجوری یه خرید عاقلانه بکنید، ولی بهتون گفتم دیگه بیایید تو فروشگاه 90 تا فایر کرکرز بخرید، اگه الکل داشت، چه میدونم گاز مخصوصا داشت برای مدکیت ساختن فوق العاده بخرید، چون مدکیت هم به چیز نیاز داره، به دو تا آیتم نیاز داره، به الکل و این چیز گاز نیاز داره که اینا هم فکر کنم برای چیز استفاده میشن، یه جایی به دردتون میخورن. و سعی کنید مدکیت هم هر جا دیدید بخرید، هر آیتمی که دیدید فروشگاه داره اون زیریا رو بردارید، همه رو هر چی داشتن اصلا مهم نیست. من 17000 تا دارم، نمیدونم باید با این چیکار بکنم. و دمتون گرم، حمایت کنید، همینجوری دارم براتون توضیح میدم و دلورودای بازی در میارم. پارت حرف زدنی طولانی شد و تو پارت بعد یه پارت درگیری خواهیم داشت و منتظر باشید که اونم به زودی آپلود میشه. حمایت کنید، لایک کنید، نظراتتون رو بنویسید. تا پارت بعد خیلی زود میبینمتون. فعلا گود بای، سی یو.